ما و شما افغانستان میرم، افغانستان آزاد میکنم. تأکید مارشال دوستم برای وحدت مخالفان طالبان و برگشت به افغانستان. بیرویم و امید را در دل زنان و مردم تحت ظلم خلق کنیم. اما آیا واقعا مارشال دوستم نیت و توان برگشت را دارد؟ درود بر شما عزیزان که این کلیپ را بیننده هستین. امروز 19 اکتبر 2024 برابر با 28 میزان 1403 هجری شمسی است. مارشال عبدالرشید دوستم به عنوان فرمانده ضد طالبان در شمال و افغانستان شناخته می شود و حتی روزهایی که ولایت هایی که پس از دیگری تسلیم طالبان می شدند او به وطن برگشت و امیدواری خلق کرده بود، اما ظاهراً خیلی دیر بود و در نهایت طبق پلان افغانستان سقوط کرد. اکنون اما مارشال عبدالرشید دوستم از ترکیه صدا بلند کرده و سیاستمداران هم فکر می خواهد به افغانستان برگردد. او تأکید میکند که برگشت ما به افغانستان سبب میشود که امید در دل مردم خلق شود و در نهایت طالبان میرود. او میگوید که مردم طالبان را نمیخواهند و همسایه ها نیز نمیخواهند. مردم یک رویه بگیره بر مردم آینده. ما و شما افغانستان میریم، افغانستان آزاد میکنم و بیم اینمی کارا بکنیم. یک ای افغانستان دوستا با فکر ما نمیمانه، بایرقم نمیمانه. افغانستان وضعیتش تغییر میکنه. بایرقمی که اینا را میپذیره ملت ما افغانستان، اینا را نمیپذیره مردم، خو همسایه ها نمیپذیره، جهان نمیپذیره. ای چه میشه اینا، چه میشه اینا دوام نمیه. بدون شک در میان مخالفان طالبان مارشال عبدالرشید دوستم شاید چهره درشت و برجسته ای باشد، اما سوال اینجاست که او برمیگردد و در توانش است که کار انجام دهد یا خیر. بدون شک مارشال دوستم فردی است که در صورت برگشت توان انسجام نیروها در شمال افغانستان را دارد، به خصوص در این شرایط که طالبان ازبک تبار کنار زده شدند. ازبک ها که پشت مارشال دوستم را خالی کرده و در صف طالبان پیوسته و هزاران نفرشان نیز در این راه کشته شدند، اما امروز سهمشان کوج اجباری و خانش نشین شدن ها و بازداشت هاست. الان از این شرایط ناراضند و در صورت برگشت مارشال دوستم اگر کنارش نیستند در برابرش تفنگ نخواهند گرفت. شاید در ذهن مخاطبان سوال خلق شود که اگر مارشال دوستم نیت و توان برگشت را دارد چرا تا به حال برنگشته است؟ او در بخش از صحبت‌هایش که به تازگی به صورت آنلاین ایراد کرد به نحوی به این سوال نیز پاسخ داده است. عدم انسجام گروه‌های مخالف طالبان باعث ضعف آنان است. مارشال دوستم که نظامی کارکشته و با تجربه است این مسئله را به خوبی درک می‌کند که اگر به تنهایی وارد عمل شود نه تنها که موثر انجام نمی‌شود بلکه ناتوانشان سبب می‌شود شکست بخورد. مارشال به مخالفان طالبان صدا بلند کرده و هشدار دادند که اگر متحد شده و کار انجام ندهیم مردم در داخل کشور از آنان ناامید میشوند و باور میکنند که رهبرانشان در خارج زندگی مجلل دارند و قصه هایشان همه مفت است. ما و شما اگر بتانیم نقش خود ادا کنیم یا چه بکنیم یک رول بازی کنیم، همه زیر یک چتر بگویم یا بر یک نام اکی چیه؟ بار شورای عالی مقامات دکیدم اینمی تر یک نام پیدا کنیم که اینمی همه گیمار هدای مشترک داشته باشیم. همه مردم ما و شما، طرفدارای ما و شما، متندرای ما و شما، بقوی مامی، جوانم و پشتون زمین آستا آستا نامید میشه. میگه امرود پردای رهبرای ما میگه این رقم گپ میدنه او در گپ خودشانه در خارج میگه ساعت شانتی رفت یه رقمت
همه مردم دل سرد میشه، همه مردم نامید میشه از ما. یک آدرس مشخص برای مردم افغانستان چی بکنیم؟ چی بگویم؟ یک برای مردم یک امیدواری بتیم، برای مردم یک رویه بگیره، برای مردم آینده. ما و شما افغانستان میریم. این حرف مارشال دوستم معنای فراوان دارد. او با وجود داشتن توان انسجام نیروی انسانی اما و این فکر است که قدم هایی که بر می دارد مؤثر باشد، نزایی کردن وقت و یا کشته شدن بیفایده افرادش. او باور دارد که اگر به تنهایی عمل کند شکست می خورد. زندو تأکید بر انسجام گروه های مخالف طالبان دارد و به باور کارشناسان اگر مخالفان طالبان بتوانند یک چتر واحد را شکل داده و فعالیت منسجم را در برابر این گروه شکل بدهد، قطعا نه تنها که طالبان وادار به گفتگوی جدی با آنان می شود، بلکه کشورهای منطقه و جهان نیز روی آنان حساب باز خواهد کرد. سنترال افغانستان، صدای مردم افغانستان.